اون یه سلول تبدیل شد به دو تا سلول، شد 4 تا 8 تا 16 تا سلول. تا مرحله 16 سلولی همه چیز یکسان هست، یعنی شما یه دون از اون سلولا رو میتونید بکنیدش و تبدیل به یه جنین کامل بشه. خب مثلا بعضی وقتا دو قلا یکسان، به خاطر این به وجود میاد که دو تا توده از سلول ها از همدیگه کنده میشن و هر کدومشون تبدیل به یه بچه میشن، عیناً ژنومشون یکسان هستش. پس این اختلاف ها کی به وجود میاد؟ از وقتی که 16 سلولی میره سمت 32 سلولی. من مراحل اولیه جنین مشروبه تو نشون بدم، اگه بشه یه ذره چراغ ها رو خاموش ترشم کرد شاید بهتر دیده باشه. ببینید این مرحله یک سلولی هست تا مرحله 8 سلولی، از اینجا کم کم مرحله 16 سلولی به بعد تا این روز 4.5 جنین موش هستش. توی مرحله 16 سلولی تقریبا سلول های بیرونی یه لایه‌ای رو تشکیل میدن به نام تروفکتودرم، که این تروفکتودرم ها اون جفت رو به وجود میارن، یعنی اون توده‌ای که در واقع جنین رو تغذیه میکنه از بدن مادر. خود بدن من شامل دیگه این سلول ها نیست. خب و تو مرحله مثلا 64 سلولی اون سلول های داخلی که بهشون اصطلاحا میگیم اینر سل ماس هم باز دو تا گروه میشن، یه گروه اپیبلاست این بالا که کل بدن من از همین سلول ها هست، یه لایه پریمیتیف اندودرم هست که باز اون لایه های بیرون جنینی رو درست میکنن، یه در واقع جنین داخل یه کیسه ای هستش دیگه. خب که اون کیسه محافظتش میکنه از هر ورود هر گونه آلودگی، نمیدونم کاملا یه محفظه ایزوله ای از بدن مادر به وجود میاد. تفاوت ها داره کم کم از اینجا شروع میشه و بعدا حالا این سلول های اپیبلاست تفکیک میشن به 3 تا لایه، اکتودرم، مزودرم، اندودرم، که اون اکتودرم مغز و پوست مار میسازه، مزودرم خون و دست در واقع اسکلت و این ماهیچه ها رو میسازه و اندودرم دستگاه گوارشی ما رو میسازه. این تفاوت ها چی باعث میشه سلول های کاملا یکسان کم کم از هم دیگه متفاوت بشن؟ سال 1942، یعنی بیش از 72 سال پیش، یه آقای به نام کنراد هالوادینگتون که یه زیست شناس، یه جنین شناس انگلیسی بود، در ضمن یه فیلاسفه، و من یه کتابشون رو گرفتم، حالا شاید بهتون نشون دادم مثلا یه اسلایدش رو، معتقدم یه ریاضیدانم بود مثلا، یعنی از ریاضیات خیلی خوب توی زیست شناسی استفاده کرد ایشون. یه جایی مثلا تو کتابش توضیح میده که خب ببخشید اینجا ریاضیات از این بیشتر توسعه پیدا نکرده که بتونم دیتیل بیشتری بگم. ایشون اومد و یه شکلی رو، یه واژه‌ای رو اختراع کرد به نام اپیژنتیک، که بعدها توی یه کتابش اومد کم کم ایده هاش رو در مورد در واقع این تفاوت سلول های بدن به این صورت به تحلیل به تصویر در آورد. ایشون یه نقاش خیلی خوب بود، این نقاشی خودشه، یه توپ رو رسم کرد که این توپ از اون بالا بهش میخوره و به یه دوراهی میرسه و ممکنه این ور بیفته یا اون ور، اینکه کدوم ور بیفته یه ذره شانس، مثلا یک ذره ممکنه این طرف یا اون طرف فرق باشه، کاملا مسیر توپ عوض بشه. منتها هرچی رفته رفته توی مسیر خوش پیش میره این اختلاف ها بیشتر میشه و بعدا به دوراهی های بعدی میرسه. شما در نظر بگیرید این رو که یه سلول جنینی من هست، میدونم شاید یه شکل بهتر داشته باشم اینجا، فرض کنید که اینجا یه سلول جنینی من هست، تا مرحله 16 سلولی سلول ها اومدن اینجا. خب بعدا اینجا تو مرحله 32 سلولیه، یه سری از سلول ها اینوری میرن، یه سری از سلول ها اونوری میرن. خب اینا اول اختلافشون خیلی کمه، منتها هرچقدر پیش میرن رفته رفته از همدیگه دورتر میشن و فاصله های بیشتر میگیرن. دوباره اون سلول هایی که مثلا فرض کنید ICM بودن اینجا میرسن به یه دوراهی دیگه و مثلا تروفکتودرم از پریمیتیو اندودرم ببخشید اپیبلاست از پریمیتیو اندودرم جدا میشن به همین ترتیب. منطقه چی این منظره رو؟ اینکه چرا سلولا بعضی هاشون این وری میرن بعضی هاشون این وری میرن و یه ذره نویز هم میتونه تعریف کنه. خب منطقه چی اصلا این منظره رو به وجود میاره، این نواهی رو به وجود میاره؟ یه کچون باید سب کنید تا در موردش توضیح بدم.
آقای والینگتون همون سال تو هم کتابش 1957 اگه اشتباه نکنم بله پشت صحنه اون منظره اپیژنتیکش رو هم رسم کرده گفته پشت صحنه‌اش یه همچی چیزیه اینها یه جین ها هستن و اینها هم یه جوری الان میتونیم به صورت چی در نظر بگیریم برهم کنش بین ژن ها جین جین اینتراکشن خب یه جوری در واقع چند تا ژن به هم دیگه متصل میشن تا یه همچین سطحی رو به وجود میارن این حرف رو زمانی زده بود که حتی ما تازه مثلا 1954 اگه اشتباه نکنم مثلا دو سه سال بود تازه ساختار دابل هلیکس ساختار دورشته دی ان ای مثلا کشف شده بود و هنوز کسی نمیدونست حتی ژن ها چی هستن کجای ژنوم هستن میدونستن یه چیزایی به ارث میرسه متا هنوز تازه داشت این فضا حتی ایشون نمیدونست که ژن چه محصولی تولید میکنه ازش فقط به عنوان محصول ژن یاد کرده کتابش متا یه همچین دیدی رو داشته که هنوز بعد از گذشته مثلا 50-60 سال باز میبینیم که چقدر تصویرش به واقعیت نزدیک بوده اجازه بدید یه کوچول بهتون بگم ژن چیه بیانش چی هستش اینها ما یه دی ان ای داریم داخل در واقع هر سلول من یه مقدار دی ان ای هستش که بهش میگن ژنوم کل دی ان ای داخل یه توپ کوچولویی هستش وسط سلول که بهش میگن هسته خب مثلا باکتری ها این هسته رو نداره این هسته توی انسان ها شامل 23 جفت کروموزوم هستش یا 23 تا جفت رشته دی ان ای که 23 تا ما از پدر به ارث بردیم 23 تا از مادر خب هر کدوم از این کروموزوم ها یه رشته طولانی دی ان ای هست که دوره پروتئین هایی به صورت دونه های تسبیح پیچیده شده خیلی متراکم شده یه توپ کوچولویی که داخل سلول قرار گرفته داخل ژنوم ما یا داخل دی ان ای داخل هر کدوم از این کروموزوم ها یه نواحی وجود دارن به اسم ژن ها خب اینجوری نیست که کل دی ان ای ما ژن باشه یه نواحی جزیره مانند یه هستن تقریبا 2-3% کل ژنوم انسان رو تشکیل میدن این ژن ها چی هستن نواحی از دی ان ای هستن که از روشون آر ان ای در واقع تولید میشه و اون آر ان ای تبدیل به چی میشه تبدیل به پروتئین میشه تفاوت دی ان ای آر ان ای و پروتئین چی هستش؟ ببینید دی ان ای فقط یک کتاب اینفورمیشنی هستش که من از پدر مادرم به ارث بردم. داخل بدن خود من دی ان ای هیچ عملی انجام نمیده. اینکه مثلا دست من باز و بسته میشه، دی ان ای هیچ زحمتی به خودش نمیده. دی ان ای فقط یه اینفورمیشنه. اون کسی که فانکشن رو انجام میده، اون درش این پروتئین ها هستن. خب، پروتئین ما تو بدنمون چند نوع پروتئین داریم؟ مثلا حدوداً چند تا؟ 20 تا، 10 تا، مثلا پروتئین ها چی هم؟ پروتئین قرمز، گوشت قرمز، پروتئین سفید، پروتئین شامپو گلمه ما تو بدنمون، تو هر سلولمون شاید نزدیک 10,000 پروتئین داشته باشیم پروتئین مختلف پروتئین هایی هستن که ساختار اسکلتی، ساختار خلاصه یه اسکفولدی، یه دار بست به خودشون میگیرن و اینکه پوست من کشیده میشه به خاطر همون پروتئین ها که بهشون کلاژن میگن احتمالا تو این کرما و اینا دیده باشید پروتئین هایی که مثلا منقبض و منبسط میشن یه پالس الکتریک باعث میشه ساختارشون عوض بشه جمع و باز بشن پروتئین هایی که رسپتور نور هستن و نور رو تبدیل به پالس الکتریک میکنن و خیلی خیلی پروتئین های دیگه که ما تو بدن خودمون داریم انواع پروتئین ها که مثلا مواد چیزای بیگانه رو از ما دفع میکنن یا نمیدونم سیستم ایمنی یا روی در واقع سطح سلول هستن و یه سری پالسا رو به سلول انتقال میدن یا نمیدونم سدیم رو بیرون میکشن کلسیم رو میکشن داخل پتاسیم رو میکشن بیرون یا کلی کار دیگه انجام میدن خب در واقع کد این پروتئین ها داخل دی ان ای ما انکد شده و این ژن ها به خودی خودشون هیچ کاری نمی کنن باید بیان بشن باید تبدیل به پروتئین بشن تا در واقع این پروتئین ها بیان فانکشن تو بدن ما داشته باشن حالا نکته کلیدی این هستش که بیان همه ژن ها تو هر سلول یکسان نیست مثلا سلول پوست من ژن هایی که مثلا واسه چشم لازمه هست رو بیان نمی کنه
ژن‌هایی که واسه تبدیل شدن یه سلول رو استخوان لازم هستن تو روش خاموشن. اینفورمیشنش هست، منتها تبدیل به پروتئین، این تبدیل به اون عمل کرد نمیشه. خب در عوض مثلا سلول چشمه من، سلولایی که لازم هست مثلا داربست پوستی رو بگیرن، اونها توش بیان نمیشن. خب پس تفاوتی که بین نوع سلول مختلف وجود داره اینجوری به وجود میاد. چی این تفاوت ها رو به وجود میاره؟ چی نرخ بیان یه ژن رو تنظیم میکنه؟ ببین یه ژن مثلا اگه اینجا نقطه شروع ژن بدونیم، اون ناحیه قبل از شروع ژن یه ناحیه خیلی مهمی هستش. با اینکه خودش تبدیل به پروتئین نمیشه، منتها یه پترن هایی رو داخل خودش داره که این پترن ها توسط یه سری از پروتئین های دیگه شناسایی میشن و بهش متصل میشن و یه دستگاهی که قرار هست اون ژن رو، اون محتوای دی ان ای اینجا رو تبدیل به آر ان ای کنه که بعدا تبدیل به پروتئین بشه، این رو هدایت میکنه به اینجا. یعنی این رو بهش میگه که بیا به اینجا بچسب و این ژن رو تبدیل به پروتئین بکن، تبدیل به آر ان ای بکن یا نکن. حالا اگه فرض کنید مثلا پترن اینجا یه جوری باشه که یه پروتئین خاصی بهش بچسبه، خب اگه اون پروتئین تو سلول پوستی من وجود داشته باشه، این ژنی که اینجا هم هست تبدیل به آرنه میشه و بیان میشه. اگه این پروتئین خاص که در واقع شروع کننده یه بیان این ژن هست تو سلول مثلا چشم من نباشه، این ژن هم خاموش میشه. پس وجود این پروتئین یه جوری لازمه یه بیان این ژن هست، یعنی این پروتئین داره این ژن رو تنظیم میکنه. حالا میتونید این رو، این ایده رو توسعه بدیم، از اینجا به بعد کار کامپیوتری ها شروع میشه. این رو به صورت یک گراف در نظرش بگیریم، به صورت یک نتورک در نظرش بگیریم. یعنی ما یه عالم ژن داریم، هر کدومشون تبدیل به یه پروتئین میشن مثلا. حالا دارم ساده میکنم مثلا رو، یه ژن ممکنه چند تا پروتئین بده، من دارم ساده میکنم، فرض کنید هر ژن یه پروتئین بده. خب هر پروتئینی میتواند در واقع فقط یک پروداکت باشه و یک کاری بکنه، یا اینکه تنظیم بکنه بیان ژن‌های دیگر رو هم. یعنی خود اون پروتئین بره ملحق بشه به دی ان ای یه ژن دیگه و بیانش رو افزایش بده یا بیانش رو سرکوب بکنه، خاموش بکنه. اینجوری مثلا اگه این پروتئین وجودش واسه بیان این پروتئین لازم باشه، ما این ژن رو به این ژن وصل می‌کنیم، یه فلش هم اینجا می‌ذاریم، یعنی که این وجودش باعث افزایش بیان این ژن میشه. اگر از این فلش ها گذاشتیم، از این چیزها خطای صاف گذاشتیم، یعنی وجود این مزاحمه واسه این، باعث کاهش بیانش میشه. و این شبکه یه شبکه کوچولویی نیست، یه شبکه یه هستش، حالا باز یه ذره شما اینجا نشون دادم، یه شبکه یه هست که 20,000 تا نود داره و یک عالم اینتراکشن بینشون. چجوری اندازه میگیریم بیان ژن‌ها رو توی سلول‌های مختلفمون؟ مثلا تکنولوژی قدیمی ترش این بود که یه چیپ‌های وجود داشت، یه چیپ سیلیکونی روی اون چیپه یه قطعات کوچولوی دی ان ای تک رشته چسبیده بود. خب مثلا فرض کنیم یه عالم پیکسل داره، مثلا 600 700 هزار تا پیکسل داره، هر یه پیکسلش رو در نظر بگیریم، ده ها هزار مثلا قطعه دی ان ای کوچولو یک سان روی اون پیکسل چسبیده که با پیکسل دیگه قطعات دی ان ای که چسبیدن با هم دیگه فرق داره. هر پیکسل واسه بیان یه ژن هستش مثلا. خب حالا ممکنه هر چند تا پیکسل، هر 10 تا 20 تا 100 تا پیکسل بیان یه ژن رو کنترل بکنن و اینا رو اوریج بگیریم واسه افزایش دقت. منتها در نظر بگیرید مثلا یه پیکسل، ما میریم یه ناحیه از اون ژن رو که فقط مال اون ژنه، یعنی هیچ جا تو هیچ ژن دیگه ای اون مثلا الگو رو پیدا نمیکنه. مثلا 25 حرف پشت سر هم، مثلا دی ان ای چجوریه؟ میدونید دی ان ای حروفش چجوریه؟ مثلا چند تا حرف داره؟ 4 تا حرف داره، ای تی سی جی آدن تی مین سایتوزین گوانین. خب مثلا میریم یه الگوی 25 حرفی رو پیدا میکنیم که تو اون ژن به صورت اختصاصی ای سی سی تی جی ای سی یه همچه چیزی. خب این رو میچسبونیم اینجا و حالا میاد یه سلول رو، همه آر ان ایش رو، اون آر ان ای ها اگه داخل یه سلول باشن یعنی چی؟ یعنی ژن داره تبدیل به آر ان ای میشه و بعد هم آر ان ای
به احتمال تبدیل به پروتئین میشه، پس ژن فعاله دیگه. میریم آرنه رو رنگ میکنیم، خورد میکنیم اول، بعد رنگ میکنیم، بعدا میریزیم روی این. خب هر جا اون قطعه آرنه بره مکملش رو پیدا کنه، یعنی یه پترن پیدا کنه که دقیقا مثلا اگه ای اون طرف تی باشه، اگه سی اون طرف جی باشه، چون میدونید دی ان ای، من دارم فرض میکنم یادتون از دبیرستان که دی ان ای دو تا رشته زوج مکمل هم دیگه بودن، خب ریورس کامپلیمنت بودن، مکمل مرکز هم دیگه بودن. اگه قطعه رنگ شده آر ان ای بره مثلا پیدا کنه که آها این پیکسل دقیقاً همون قطعه هست، فقط مکملشه، میره بهش میچسبه. اگه یه ژنی بیان شده باشه مکملش رو پیدا میکنه بهش میچسبه. اگه یه ژن بیان نشده باشه خاموش باشه، مکمل سرش بیکلاه میمونه. بعد این رو میشوریمش، فقط قطعاتی باقی میمونن که پیر شدن به هم دیگه، و بعد با یه اسکنر لیزر اسکنش میکنیم اونجایی که رنگ داشتن، یعنی داره یه نور فلورسانت مثلا از خودش تشعشع میده، میفهمیم اونجا ژنایی بودن که توی سلول بیان شده بودن. اونجایی که خاموش باشه، رنگ نداشته باشه، یعنی که خب به این صورت میتونیم بیان ژن ها رو در یه سطح کلانی، مثلا کل ژن های یه سلول رو بیانشون رو اندازه بگیریم. حالا میخوام یه ذره وارد ماتماتیکال مدلینگش بشم. ببینید فرض کنید دو تا ژن باشن که اینجوری باشن مدار تنظیمیشون. یه ژن یک ژن دو رو خاموش میکنه و ژن دو ژن یک رو خاموش میکنه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم با یه تاق هیل فانکشن به این صورت مدلش کنیم، HL تقسیم بر HL به اضافه XN، که مثلا هرچی X مقدارش بیشتر باشه، در واقع تا مقدار این تابه کمتر میشه. اگه X مقدارش صفر باشه مثلا یک میشه، و اگه هر چقدر بیشتر بشه مقدار X مقدار تابه کمتر بشه. اون HL در واقع اینجایی هستش که تابه به نیم میرسه. خب و اون N این شیبش هستش، مثلا هرچه N بیشتر باشه نزدیکتر به تابه پیدا میشه، هرچقدر N کوچولوتر باشه مثلا N یکه تابش ملایمتر میشه. میتونیم اثر در واقع تنظیمی بیان یه ژن روی یه ژن دیگر رو به این صورت بنویسیم. مثلا بنویسیم که یه ژن X1 واسه این دوتا ژن، دوتا متغیر در نظر بگیم X1 و X2، مقدار بیان ژن یک رو در نظر بگیم توی یه لحظه X1، مقدار بیان ژن دو رو توی یه سلول توی همون لحظه در نظر بگیم X2. خب حالا بگیم که توی یه لحظه بعد مقدار X1 چقدره؟ اگه X2 وجود داشته باشه یه اثر کاهشی داره روی بیان X1 دیگه. خب این رو با همون تابع هیل فانکشن، همون تابع کاهشی نشون میدیم با یه ضرب B1. اون ضرب B1 چیه؟ اثر منفی ژن دو روی ژن یک. منهای K1X1 هم دیگریدیشن یا واپاشی ژن یک هسته، چون در واقع ژن ها اینجور نیست که وقتی تولید شد آرنهشون تا بی نهایت بمونه داخل سلول، با یه نرخ مشخصی که اون نرخ مشخص رو در واحد زمان میگیریم K1 داره خورد میشه. خب به این صورت میتونیم یه معادله خیلی ساده بنویسیم واسه X1 و X2. اگر این معادله رو مدل سازیش بکنیم به صورت یه وکتور اسپیس، میبینید که مثلا از اینجا یه فلش خیلی شارپ وجود داره به این سمت، منتها این دوتا نقطه سیستم استیبل هست. این به خاطر چیه؟ اینجا جایی هستش که هم X1 داره خیلی زیاد بیان میشه، هم X2، یعنی هر دوتا ژن دارن خیلی زیاد بیان میشن. خب این اثر کاهشی داره روی اون، اون یکی اثر کاهشی داره روی این، پس سیستم ناپایی داره، جفتشون بیاناشون کم میشه. خب بیانا کم میشه تا به یه مرحله میرسن که اونجا دقیقا همون دوراهی است که توپه میفته یا اینوری یا اونوری. یه ذره مثلا بیان ژن یک بیشتر باشه سیستم کم کم میفته توی این اترکتور استیت، یه ذره بیان ژن دو بیشتر باشه توی مرحله سیستم میفته توی این اترکتور استیت، و در نهایت وقتی که یکی از ژن ها روشن هست و اون یکی ژن خاموشه یه حالت پایدار میشه واسه سیستم. خب این رو تا اینجا متوجه شدین؟ اگه سوالی دارین بپرسین بفرمایید. اول کار که 16 تا دارم زیاد میشم و قرار فرق بکنم دیگه، حالا بالاخره احتمال داره که از یکی دیگه اصلا طوری تشکیل هست، بله همه شما رو میزم درست هم جنگی هم مشکلی دیگه، ولی جنگی هم
کامل نمیشه. سوال خیلی خوبی هستش. پاسخش رو اینجوری در نظر بگیرید که این سلول ها روی هم دیگه هم یه اثر هایی دارن. مثلا فرض کنید، حالا یه ذره جلوتر نشونتون میدم، مثلا فرض کنید یه سلولی وقتی تولید میشه، خب یه سیگنالی رو تولید میکنه که به نفع اون یکی نو سلوله. خب پس اگه این سلول، این سیگنال ترشح بشه، احتمال اینکه اون یکی نو سلول هم به وجود بیاد رو بالا میبره. خب اگر که دوتا رابطه یا اوتو اکتیویشن رو هم در نظر بگیریم، یه ژن ممکنه به ناحیه پروموتری خودش به خودش هم متصل بشه و بیان خودش رو بالا ببره. اگه این دوتا رو هم به صورت دوتا یال جدی و با یه تاب هیل فانکشن سعودی، یه تاب هیل فانکشن رو کافیه به جای HNH XN بذاریم، یه تاب اکیدن سعودی میشه. خب به این صورت حالا میتونیم اثر مثبته رو با یه همچی تاب این مدل سازی کنیم. اگر که این رو مدل سازیش رو انجام بدین، یعنی علاوه بر اثر کاهشی که هر ژن روی بیان اون یکی ژن داشت، یا اثر افزایشی هم یه ژن روی بیان خودش داره، اونجوری سیستممون تبدیل به یه سیستم سپایدار میشه. علاوه بر اون دو تا وضعیت پایداری که قبلا وجود داشتن، یه وضعیت پایداری هم به وجود میاد که هر دو تا ژن توی یه مقدار نرخی کمتری دارن با هم دیگه بیان میشن. خب حالا اینجا رو در نظر بگیرید، وضعیت جنینی اولیه، مثلا دو تا ژن هستن که رقابت میکنن، اگه این یکی برنده بشه آیسی میشه سلول، اگه اون یکی برنده بشه تروفکتود میشه. یعنی اگه این برنده بشه مثلا سلول تبدیل میشه به یه سلول جنینی، اگه اون یکی ژن برنده بشه تبدیل میشه به یه سلول جفت. خب سلولای تا 16 سلول اینجا هستن، یعنی تا 16 سلول هر دو تا ژن به یه میزان متعادلی دارن بیان میشن، الله کلنگه تو وضعیت تعادله. تو مرحله 32 سلولی کم کم این در واقع سیستم یه جوری، حالا اگه خواستید دیتیلش رو بعدم میتونم بهتون توضیح بدم، این وضعیت ناپایدار میشه. چجوری؟ مثلا اوتو اکتیویشن ها از بین میرن، سیستم از یه حالت سپایدار تبدیل میشه به یه حالت دوپایدار، سلول ها مجبورن یا این بری بیفتن یا این بری بیفتن، و از اینجا دوراهی شروع میشه. یعنی بعضی هاشون تبدیل میشن به این سلول ها که آی سی میشن، بعضی هاشون تبدیل میشن به این سلول ها که ترفکتود میشن. اینجوری میتونید در نظر بگیرید که مثلا بیان دو تا ژن که با هم دیگه رقابت دارن و از طرف دیگه خودشون رو اکتیو میکنن، میتونه سه تا وضعیت رو تو سیستم هم به وجود بیاره، یه وضعیتی که هنوز تمایز پیدا نکردن و دو تا وضعیت بعد از دوراهی، و حالا بعد از دوراهیه اگه این ژن غالب بشه یه گروهی از ژن‌های پایین دست خودش رو فعال میکنه، یه سری ها رو خاموش میکنه، اگه اون یکی فعال برنده بشه اینا رو فعال میکنه اونا رو خاموش میکنه. همینجور اتفاقات هیجان انگیزتر توی سلول شروع میشن، همینجور یه آبشاری از اتفاقات شروع میشه که سلول رو از همدیگه هی تفاوتاشون رو بیشتر میکنه. میتونیم اینجوری در نظرش بگیریم. من یه مقاله ای اخیراً با دوستانمون منتشر کردیم که این رو یه مدل محاسباتی ازش دادیم. من چون یه مقدار میخوام تم الگوریتمی هم این ارائه بگیره، اینجا برای حال دانشگاه سیه دیگه ماتماتیکس نیست، بخاطر همین یه ذره خلاصه میکنم اون رو، دیتیلش رو نمیگم. حالا اگر دوست داشت مقاله رو بهتون نشون میدم، میتونین دیتیلش رو از اونجا بخونید. منتها ببینید ما از دیتای واقعی، از دیتای بیانه در واقع 48 ژن توی مرحله یک سلولی تا 64 سلولی جنین موش استفاده کردیم. هر کدوم از این توپا واقعا یه سلول جنینیه که بیان ژن‌هاش اندازه‌گیری شده. خب و بعداً تبدیل به یه مدل محاسباتی کردیم، در واقع می‌بینید که یک کانال داره تا مرحله 16 سلولی، از مرحله 32 سلولی این کانال یه جور در واقع داره چیزی منشر میشه، دو تا کانال میشن، و تو مرحله 64 سلولی این کانال هم باز داره منشر میشه و دو تا کانال دیگه میشن. و حالا اگر مثلا بیان دو تا ژنی رو که پیشنهاد شدن واسه اولین دوراهی رو که این کانال ها مشاهده کنیم، ببینید تا مرحله 16 سلولی
هر دوتا ژن به یه میزان متوسطی آبی، یعنی که اون ژن تو سلول داره بیان نمیشه، قرمز یعنی که اون ژن داره تو سلول خیلی زیاد بیان میشه. خب تا مرحله 16 سلولی تقریبا سلولا سفیدن، یعنی بینا یعنی این دوتا ژن توی همه سلولا تا مرحله 64 سلولی جفت ژن ها بیان میشن. از مرحله 32 سلولی ببینید این توی این ها قرمز تر میشه، این یکی توی این ها فقط میمونه، توی این ها آبی میشه. خب حالا تو مرحله 64 سلولی این تفاوت خیلی واضح تر هست، یعنی این فقط توی این سلول ها بود، توی این کانال و زیر شاخهاش کلن خاموش میشه و این یکی توی این خاموش میشه و توی این ها با یه سطحی روشن میمونه. بفرمایید. آها. فکر کنم یه ذره مدل رو، آها مدل رو دیتیلش رو حذف کردم. این مدل از پرینسیپال کامپوننت آنالیسیس استفاده کردیم واسه اینکه تفاوت سلول ها رو در بیاریم. خب یعنی سلول ها اینجوری در واقع تفکیک میشن به سه تا کلاستر، خب یا تو مرحله بعد به یک کلاستر، خب و بعد از ترکیب تابع در واقع بولتزمن، تابع بولتزمن خوبیش اینه بریم ما اینجا یه چیزی شبیه تابع پتانسیل نیاز داریم که مثلا یه جار ببر بالا تر یعنی که آن استیبل تر هست، یه جار بیاره پایین تر یعنی که استیبل تر هست. تابع بولتزمن یه چیزی هستش که استاتیستیکس رو ربط میده به سطح انرژی، یعنی که در واقع همون تابعی هستش که توی سیمولیتد انیلینگ و اینا هم ازش استفاده میکنیم. مثلا میگیم پی یه استیت، احتمال یه استیت، استیت آ تقسیم بر احتمال استیت ب میشه ای به توان منفی دلتا ای تقسیم بر کای بی تی که اون دلتا ای تفاوت سطح انرژی ها هست، کای بی یه ثابت بولتزمن هست و تی هم دمای سیستم هست. اینجوری اگر که احتمال حضور تو هر استیت رو شما در بیارین میتونید در واقع اون سطح انرژی یا تفاوت سطح انرژی رو هم در بیارین، ازش یه لوگاریت بگیریم در واقع اون تفاوت سطح انرژی میشه به صورت ریاضی. آره با ریاضیاتی هستش. و اینکه حالا چجوری احتمال حضور سیستم تو هر استیت رو در نظر گرفتیم، اون از میکس نورمال دیستریبیوشن استفاده کردیم. خب یه کار کوچولو دیگه هم ادامه همین کار کردیم، دیدیم که خیلی خوب اگه دو تا ژن رو داشته باشیم و این مدار سه تا وضعیت رو می‌سازن که این سه تا وضعیت اترکتورها هستن، یادتونه دیگه این سه تا وضعیت رو. منتها اگر یه ژن رو در واقع دستکاریش کنیم، یعنی مثلا اون دیگریدیشن بود، اون تجزیه امارنه یه ژن، مثلا آرنهش میگفتیم بعد با یه نرخی تجزیه میشه، ما اون نرخ تجزیه رو 50% اضافه کنیم، یعنی یک و نیم برابرش کنیم، یه ژن زودتر وا بپاشه یکی از اون دوتا ژن، ببینید سیستم کامل به هم میریزه، یعنی استیت دو خیلی نزدیک میشه به استیت سه. خب این اون ژنی هستش که از هم زودتر میپاشه، پس یه جورایی دور میفته و بعدا تو حالت وضعیت اولیه که مثلا اون ضریب واپاشی دوتا ژن یکی هست، مثلا اگه 1000 تا سلول این وسط داشته باشیم، بعد از یه تایمی که سیمولیت بکنیم 500 تا سلول اینجا تمایز پیدا میکنم، 500 تا سلول دیگه اونجا. منتها اگه این در واقع تغییر رو این پرتربیشن رو بدیم، از 1000 تا سلول عمدهشون میفتن اینجا، مثلا شاید چه بودم 20-30 تاشون بیفتن اونجا. خب این داره نشون میده که چی؟ این مدار دوتا ژنی خیلی حساسه نسبت به پرتربیشن، یعنی یه ذره این دوتا ژن دستکاری بشن مثلا با یه عامل محیطی یا با یه داروی، یا اون جنین فقط جفت داره مثلا جنین دیگه نداره، خب این خیلی جالب نیستش دیگه. اومدیم و این مداری رو که قبلا پیشنهاد شده بود رو توسعه دادیم، گفتیم اگر تو هر سمتی دو تا ژن داشته باشه، این یه ساختار فرکتالی تقریبا خیلی شبیه همون ساختار قبلی مونتا یه جور ماژولار، ما این دو تا ماژول رو در نظر بگیریم دقیقا همون ساختار قبلی که هر ماژولی ماژول دیگر رو در واقع داره مهار میکنه و خودش رو داره فعال میکنه، این رو میتونید همون در نظر بگیرید. اینجا رقابت از بین دو تا تک ژن در واقع میشه رقابت بین دو تا گروه ژن ها، اینه که دو تا سرباز
تن به تن با هم جنگ کنن یا دوتا لشکر با هم جنگ بکنن. خب مشخصه دوتا سرباز خیلی زود ممکنه یک بزنه و یکی بکشه، اونتا دوتا لشکر وقتی با هم دیگه دارن رقابت میکنن یا دوتا تیم ورزشی خیلی شرایط پایدار تن میشه دیگه. اینو اگه مدل سازی بکنیم ببینید وضعیت دو خوشه‌ای خیلی اترکتورها شبیه وضعیت دوتا تک ژنیه، منتها اگر یکی از ژن‌ها رو پرتربش بکنیم وضعیت دو خوشه‌ای خیلی فرق نمی‌کنه، منتها وضعیت دو ژنی خیلی فرق می‌کنه، یعنی دوتا اترکتورش به هم فیوز بشن. پس پیشنهاد دادیم که مثلا این چیزی که پشت سرش هست دوتا خوشه هست، نه دوتا ژن که دارن و در واقع سلفیت ها رو چیز میکنن، و حالا میبینید که بدون پرتربشن و با پرتربشن خیلی وضعیت روباست در واقع میمونه. بفهمید ببینید دستکاری یعنی چی؟ یعنی که ژن ها جهش پیدا میکنن دیگه، یعنی که مادر داره مثلا از یه محیط به محیط دیگه منتقل میشه، محیط جنین تو همه مادرها یکسان که نیست که، لازمش که نیست که، یعنی این که مثلا آلودگی هوا میاد، همه اینها باعث میشن که مقدار بیان یه ژن مثلا دستکاری بشه. حالا اگر سیستم فقط به دوتا ژن، به رقابت بین دوتا ژن وابسته باشه خیلی سیستم لرزانی هست، یعنی یه ذره عوامل محیطی ممکنه باعث بشن که یه مور بچه مثلا ناقص الخلقه بشه، یه بافتی اصلا توش به وجود نیاد. در صورتی که فرایند اولیه جنینی باید روباست تر باشه. میدونین ما این مدل رو پیشنهاد کردیم، گفتیم که اون مداری که پیشنهاد شده خیلی روباست نیست، به وجود نمیاره، و اگر شما مدارها رو اینجوری در نظر بگیرید روباست نیست سیستم بیشتر میشه. و حالا بعدا رفتیم تو دیتای واقعی مونم، مثلا این کو اکسپرشن بین ژن ها هست. کو اکسپرشن یعنی چی؟ کوریلیشن میدونید چیه؟ مثلا پیرسون کوریلیشن کوفیشن میدونید چیه؟ اینکه دو تا متغیر تصادفی داشته باشین، اگه هر زمان یکیشون بالا بره و یکی هم بالا بره، در واقع این دوتا با هم correlatedن. اگه یکی بالا میره و یکی پایین میاد، اینا anti-correlatedن. اگه یکی بالا پایین میره و یکی هیچ تغییری نمیکنه، این دوتا چیز نیستن. یه مثال خوب میتونین از دوتا متغیر correlated بزنین توی زندگی روزمره‌مون؟ قد و وزن مثلا. افراد معمولا هرچی قدشون بالاتر باشه ممکنه برای یه کوریلیشنی داره که وزنشون هم بیشتر میشه. مثلا چی که نیرو شدم یه مثال ساده تر بزن، من دوست داشتم بگید مثلا چه بوده؟ چی؟ شلوغ یا جمعیت و آلودگی. جمعیت و آلودگی آره، هرچی شهر بزرگتر میشه مثلا آلودگی بیشتر میشه. خب نه مثال بانمک تر مثلا دوست داشتم بگید بگذاریم. خب این میزان کوریلیشنه هر دوتا ژن رو نشون میده، و میبینید که اینجا سه تا کلاستر رو ما میبینیم که سه تا کلاستر با کوریلیشن بالا هستن، یعنی اینجا یه خوشه ای از ژن ها هستن که انگاری خودشون دارن همدیگه رو تقویت میکنن، خیلی کو اکسپرشن بالایی دارن و با این گروه ژن ها کوریلیشن پایین دارن. باز اینجا یه کلاستر دیگه هست و اینجا یه کلاستر دیگه هست که بین خودشون اکسپرشن بالایی دارن و با اون گروه دیگه کورلیشن پایین دیگه دارن. توجه کنید تو مرحله 64 ساله میگه، یعنی یه ذره پیشتر بشه حتی اینها مقدار عادی ها چیز میشه، مقدار کورلیشن بین کلاستر ها کمتر میشه. و بعد هم دیدیم که آره واقعیت هم تو بیولوژی هم همون مداری رو که ما در نظر گرفته بودیم تو بیولوژی هم این اتفاق میفته، یعنی اینجا دو تا کلاستر از ژن ها هستن، هر کلاستر ژن های داخل یک کلاستر دارن خودشون خوش رو تقویت میکنن و ژن های اون یکی کلاستر رو دارن بیانشون رو مهار میکنن. البته راست راستش رو بگم ما اول این رو دیدیم به ذهنمون رسید که ممکنه اون مدل باشه، بعدا اون آنالیزا رو انجام دادیم دیدیم درست هستش. و اینجور میتونیم یه ساختار سلسله مراتبی بدیم که مثلا فرض کنیم که زایگوت دو تا کلاستر، این سلول اولیه تخم هست، دو تا کلاستر وجود داره از ژن‌ها که اینها دارن اینها رو مهار میکنن، اینها رو به هر دو خودشو تقویت میکنن، و حالا اگه اینها پیروز بشن آی سی ام میشه و جنین میشه، اگه اینها پیروز بشن تروفیکتودر میشه، جفت میشه، تمام دوباره آی سی ام که شد دو تا کلاستر جدید رقابتشون. چرا اینا رقابتشون از حالا شروع میشه؟ چون اینها مثلا کل اینا رو تقویت کنن، حالا اینا رقابتشون شروع میشه.
اگه اینها برنده بشن جفت میشه، مثلا باز میره تو اون لایه بیرون جنین، اگه اینها برنده بشن باز رقابت این دو تا که مثلا به سمت دستگاه عصبی بره یا به سمت مثلا ماهیچه و اینها. به همین ترتیب میتونیم در واقع تمایز رو یه هایرارکی از این رقابت ها بدونید که باعث میشه هر دوم از سلولای بدن ما شکل بگیره. متولد رو چند تا نوع سلول داریم؟ چند تا نوع؟ بگید دیگه یه ما تو امتحان فیزیک یک بهمون میگفتن که نمیدونم هواپیمای F4 یه موشکی شلیک کرده، مثلا شتاب هواپیما رو بعد از شلیک موشک مثلا باید وزن هواپیما رو تخمین می‌زدیم، وزن موشک هنوز از این سوالا بهتون میدن؟ آره؟ سوال تلمه ها طول دارش کافه. خب، حالا سلول بدنتون چند بدنتون چند تا دونه سلول داره؟ تخمین مهندس بدین. 20 میلیون یعنی 2 ضرب در توان 7. آره؟ چند تا فعلا؟ در توان 13 تا. خب، بدن من در توان 13 تا سلول مال خودمه. میدونین که داخل بدن ما یه مقدار باکتری هم زندگی میکنن. اونا چند تا؟ چند تا؟ 7. در توان 7. در توان 14 تا. من خود بدنم در اتاق 13 تا سلول داره، یه سفره پنگردم دارن در اتاق 14 تا باکتری ازش تغذیه میکنن. خب و حضورشون هم میدونیم واسه من لازمه، چون همونا برمیدن غذا رو مثلا پروسس میکنن از یه. خب آره، بدن چند نوع سلول داره بدن من؟ 200 نوع سلول داره حدودا. منتها تو دوران جنین از اول مثلا من یه سلول زایگوتی داشتم تو بدنم که اون سلول زایگوت میتونست همه بافتای منو به وجود بیاره. الان اون سلول زایگوت نیست، شبیهش هم تو بدن من نیست. چرا؟ چون اگه بود مثلا یه جای تو دستم یه سلول شبیه زایگوت بود، یه فردا بلند میشدم میدونم باد کرده چند وقت بعدش یه بچه به دنیا میومد از دستم. خب این اتفاق دیگه نمیفته. پس در واقع خیلی از سلول ها تو مراحل جنینی من دیگه تمایز پیدا کردن به نو سلولای دیگه الان نیستن. اونا چند تا بودن؟ بالای 600 تا. یعنی من تو دوران دیولوپمنت هم 873 نوع سلول هستن که فقط الان 200 تاشون بود داره. خب عمدشون تا قبل از اینکه در واقع به دنیا بیان دیگه تبدیل شدن به یه سلول دیگه. از اینجا به بعد حرفم شروع میشه. من اگه قلب نخوا بشم یه روزی، یا نمیدونم یه بافت قلبم مثلا سکته کنم یه بافت قلبم از بین بره، یا یه تیکه از مغزم سکته کنم از بین بره، یا نمیدونم پوستم آسیب ببینه، یا نمیدونم ششم یه جوریش بشه، خیلی از موجودات هستن که توانای ریجنریشن دارن. مثلا یه موجودی هست خیلی خوشگله، اگه آکسولوتون بعد چیز اسمش رو سرچ کنه اصلا آدم فکر میکنه این عروسکه. خب اینقدر خوشگله، دستش کامل قد بشه، دست ها واقعا انگشت داره، نمیدونم اسکلت داره، واقعا کامل قد بشه یه دونه دست بعد چند هفته دمیر کامل. خب یه کرم دیگه یه هست به نام پلاناریا. من یه زمانی این دخترم تو خونه داشت مثلا نصفش رو میکرد، نصفش میکنه کله داره، دوتا چش داره، یه طرف مثلا یه چیزی شبیه دستگاه عصبی داره، یه طرفش رو قطع میکنی یه طرفش فقط کله هست، یه طرف فقط دومه. خب اون طرفی که کله فقط داره بعد از چند هفته دومه رو ترمیم میکنه، اون طرفی که فقط دومه کله در میاره. دیویست تا تیکش کردن یعنی یک دیویست دومش هم باز تبدیل شده به یک کرم کامل. خب بعدی از موجودات یا مثلا یه زبرا فیشه ماهی ها یه حالت گوره خدی هستن، مثلا 20% قلبش رو میکنی، قلبی که واقعا باید بتبدایی زندگی کنه، 20% قلبش رو میکنی قلب در میاره، مثلا درست تر میشه. خود ما کبد تو تا حدی توانای ریجنریشن داره، یعنی مثلا یه مقداری از سلولای کبدیمون رو ورداریم باز کبد میتونه خوش تر میکنه، مثلا قلب من این توانایی رو نداره، مغز من این توانایی رو نداره. خب به خاطر همین از اینجا به بعد مبحثی خیلی مهم میشه به نام سل انجینیرینگ. چجوری سلولا رو به هم دیگه تبدیل کنم؟ من یه سلولی مثل پوستم خیلی فراوونه، یه سلول خونم خیلی فراوونه. آیا میتونن پوست من رو به مغز من تبدیل کنن؟ مثلا اگه یه روزی نیاز داشتم به مغزم پیوند بزنن؟ جوابش آره هست، تا خیلی اتفاقات خوبی انجام شده.
الان مثلا تو پژوهشگاه رویان دوست من هستش که مثلا سلول پوست رو یه ژن رو توش فعال میکنه تبدیل به سلولای عصب میشه. قشنگ شکل عصب میشه. یعنی سلول پستنی پوست یک سانت میشه طولش. دیگه اصلا لازم نیست زیر میکروسکوپ بتونید اینجوری سلول رو بردارید. خب؟ و قشنگ تبدیل به عصب میشه. یا همون پوست رو تبدیل میکنن به سلولای قلبی که زیر میکروسکوپ شروع میکنن تپیدن. فوق‌العاده است. هیجان انگیزترین لحظه بوده که من تا حالا تو زندگی علمی داشتم. ببینید یه مش سلول توی یه لولازمایش داره میتونه بدون اینکه هیچ مغزی باشه و هیچ پالسی باشه هیچ دستگاه عصبی باشه بهش فرمان بده. خیلی زیباست. خب اون مقاله کارهایی که گفتم رو توی اینجا میتونیم مقالهش هم اوپن هست اگه دوست داشتیم ببینیم. متا از اینجا به بعد میخوام بگم که چجور الگوریتما میتونن به کمک سل انجینیرینگ بیان. خب ببینید ما یه شبکه تنظیمی داریم توی سلول پوستمون که اگر بخوایم بفهمیم که چجوری باید به مغز تبدیل بشه باید بریم سراغ یه ژنش. یه ژنی که توی پوست بیان نمیشه توی مغز بیان میشه. متا مثلا 10,000 ببخشید 1,000 تا یا 2,000 تا ژن هستش که توی پوست خاموشه توی مغز فعال میشه. کدوم یکیشون اونی که احتمالاً بقیه رو تنظیم میکنه کدوم یک از اونایی که بقیه رو تنظیم میکنه؟ خب میتونید ایده مهندسی بزنید دیگه. ایده رو اومدن در قالب یه الگوریتم به نام CellNet پیاده سازی کردن که سال 2014 چاپ شد از یه آزمایشگاه خیلی معروفی به نام آزمایشگاه جورج دیلی. این میاد در واقع اکسپرشن پروفایل یه عالم بافتای مختلف بدن رو آنالیز میکنه. یه جین رگولاتوری نتورکی ازش میسازه و بعد اون جین رگولاتوری نتورکر رو به این صورت استفاده میکنه که شما میتونید دیتای یه سلولی رو که نمیدونین چیه بهش بدین و اون بهتون میگه که این سلول شما چیه. خب یا اینکه بگید من این سلول پوستمه میخوام تبدیل به مغز بکنم بهتون پیشنهاد میده که شما کدوم ژن رو توش فعال بکنید احتمالاً سلول پوست شما بیشتر به سمت مغز میره. روال کارش به چه صورت هست؟ مثلا این یه نتیجهش هست. مثلا اینجا چند تا سمپله به فرض امبریونیک استم سل سلول بنیادی جنینی رو بهش دادن به خوبی پیشبینی کرده ببینید از این سوتو این بافتای مختلفی هستش که ممکنه یه سلول عضوش باشه. خب بعضی از بافتای بدن رو هم داره دادن ببینید فقط چراغ امبریونیک استم سل روشن شده. دوباره اینجا مثلا سلولای مثلا تست اس رو بهش دادن و فقط چراغ تست اس روشن شده. سلولای اسکین رو بهش دادن فقط چراغ اسکین روشن شده. خب یعنی هر سلولی رو بهش دادن با میزان خوبی در واقع با دقت خوبی مشخص کرده که اون نوع سلول چیه. اینا دیتا یه عالم سلوله هر سلولی رو دقیقا مشخص کرده که ماهیت سلولی چیه. مثلا چجوری این کار رو انجام میده؟ میاد اول دیتا یه عالم سلول بافتای مختلف رو میگیره و ازش یه جین رگولاتوری نتورک میسازه. ببخشید این یالای خاکستری نمیدونم چرا اینجا پیدا نیست. اینجا یه عالم یال هستش باور کنم. خب حالا این جین رگولاتوری نتورک یا شبکه تنظیم بین ژن ها رو چجوری میسازه؟ یه راه خیلی سادهش اینه که کو اکسپرشن همون پیرسون کوریلیشن کوفیشنت رو نگاه کنید. اگه دو تا ژن مثلا آ بی رو تنظیم بکنه هر موقع آ زیاد شده بی هم زیاد میشه دیگه. آ کم میشه بی هم کم میشه پس یه کوریلیشن بالایی داره. خب مثلا با اون کوریلیشن شما نمیتونید تشخیص بدین که آ داره بی رو تنظیم میکنه یا بی رو آ رو یا جفتشون رو یه سه تنظیم میکنه. پس یه ذره ایدئال بیشتری لازم میزنه. از یه طرف دیگه روابط غیر خطی هم نمیتونید تشخیص بدین. مثلا میرن سراغ میوچوال اینفورمیشن که روابط غیر خطی رو من فقط دارم یه سری هینت میدم بهتون. در نهایت جین رگولاتوری نتورک رو پیدا میکنه بعدم میاد یه ساب نتورک های رو پیدا میکنه یعنی یه کامیونیتی از جین ها رو که خیلی ارتباطاتشون دنس هست. یعنی یه ساب نتورک یا یه کامیونیتی توی گراف چیه؟ مثلا فرض کنید که تمام دوستی هایی توی دانشگاه رو در نظر بگیرید یه گراف بکشید احتمالاً هم دانشکده‌ای ها یا هم ورودی ها گرافشون ساب گراف های دنس تری دارن دیگه و اینا میگیم یه کامیونیتی.
مثلا فرض کنید همه آدمایی که تو دانشگاه مقاله دادن رو کوآترشیپشون رو در نظر بگیرید. خب احتمالا استادایی که تو یه حوزه دارن تحقیق میکنن یه کامیونیتی های دنستری رو تشکیل میدن. شما همه این کامیونیتی دیتکشن رو میتونید ببرید توی سوشال نتورک، توی خیلی از کاربردها، توی نمیدونم فایننس، مثلا یه گروه شرکت هایی که خیلی با هم رد و بدل مالی دارن یا خیلی چیزایی دیگه. خب پس یه ساب نتورک هایی رو پیدا میکنه داخل این نتورک و بعد پیدا میکنه چه ساب نتورک هایی فقط توی یه بافت بیانشون بالا بوده و توی بافت های دیگه بیانشون پایین بوده. از این ساب نتورک های کلیدی استفاده میکنه واسه اینکه پیش بینی کنه که در واقع یه سلول هویتش چیه. خب چرا این ساب نتورک ها پیدا میکنه؟ یه عالم جنسیایی لشکر هم وجود دارن که بیانشون بالا پایین میشه. خب منطقه تعیین کننده نیستن، اونا رو میخواد بریزد دونی میره سراغ یه ساب نتورک هایی، یه کامیونیتی هایی که اونا هویت مثلا سلول قلب رو تعیین میکنن. خب این که چجوری این ساب نتورک ها رو دیتکت میکنه، از اینجا به بعدش هم یه سری کار ریاضیاتی مثلا اسکور میده. حالا مثلا یه سلول رو شما بهش بدی میبینه که هر ساب نتورکی چقدر میزان بیانش، مثلا یه اسکوری میده، بعدا میره یه باینری کلاسیفایر ترین میکنه، از این کارهای روتینه دیگه. خب مدل این که چجوری این ساب نتورک ها رو دیتکت میکنه، یه الگوریتمی رو استفاده میکنه به نام اینفو مپ. خب فرض کنید این یه گرافی باشه، من این آخرین تاپیکی هستش که میخوام یه ذره تو بگم خیلی با مزه است به نظر من که خیلی خوشم اومد. یعنی فرض کنید یه همچین گرافی رو به شما دادن، یه سری نود داره و یه سری یال بینشون، یال هم وزن داره هستن. مثلا وزن ها رو چی میتونی بگیری؟ کوریلیشن ها میزان دارن دیگه، اینجوری فقط دو تا جنس کوریلیشن داشته باشن، بعضیا خیلی کوریلیشن بالایی دارن، بعضیا کوریلیشن پایین دارن. تو این گراف مثلا بخوایم کامیونیتی ها رو دیتکت کنیم، مثلا کامیونیتی ها چی ها هستن؟ این الان یک کامیونیتیه، این یک کامیونیتیه، یکی یکی این چهار تا کامیونیتی داره این گراف. خب اگه بخوایم یه الگوریتمی بنویسیم که این کامیونیتی ها رو دیتکت کنه چیکار میکنیم؟ احتمالا مثلا میریم میگردیم دنبال یه زیر گراف هایی که مثلا یه مقدار تعداد یالا توشون زیاد تر باشه، مثلا یه همچی چیز. یا شاید مثلث ها مثلا بیرج بکنید بدن اون را هی همونجوری تا سرسید. منطقه این در واقع اینفو مپ یه روش خیلی جالب استفاده کرده. روشش هم اینجوری هستش که میگه که من چه میزان هزینه باید بپردازم یا چه میزان کد باید بنویسم تا رفتاره یه رندوم واکر رو روی این گراف در واقع توصیف کنم. خیلی عجیب شد دیگه. رندوم واکر در واقع توضیح حرکت یه رندوم واکر روی یه گراف میشه چیش؟ گوگلیا خوب میدونم پیج رنگش آفرین. خب پیج رنگ رو چجوری تعریف میکنیم؟ به صورت خیلی ساده، شما اگه احتمال گذار آلفا به بتا، یعنی تو یه نود آلفایی هستیم، احتمال اینکه تو یه لحظه بعد بریم به نود بتا چیه؟ فرض کنید تو نود آلفا که هستیم با هر در واقع ایجی که از آلفا خارج میشه، از نود آلفا خارج میشه به متناسب با وزنش خارج میشیم. خب یعنی احتمال رفتن از آلفا به بتا میشه وزن یال آلفا به بتا تقسیم بر مجموع وزن همه یالایی که از آلفا خارج میشن. این ساعته درسته دیگه؟ آره من 3 4 دقیقه دیگه وقت دارم. خب حالا احتمال استیشنری آلفا رو میتونیم چی در نظر بگیریم؟ فرض کنید به یه حالت استیشنری رسیدیم یا به یه حالت پایدار رسیدیم. خب احتمال اینکه بیایم توی یه رأس آلفا چیه؟ احتمال اینکه یه رأس دیگه یه همسایه توش باشیم و از اون بیایم به آلفا. پس میشه چی؟ به ازای همه بتاها پی بتا، یعنی احتمال اینکه توی یه لحظه قبل توی بتا باشیم ضرب در احتمال اینکه از بتا بیایم به آلفا. اینا که تا حالا که مشخصه. خب منتها در نظر بگیرید که همه گراف ها ممکن مثلا فرض کنید یه رأسی داشته باشیم که فقط یه سری یال ورودی داشته باشه،
خب و رسای دیگه یالا یه رندوم داشته باشن. بعد از این مدت هرچی رندوم ها که میاد این تو دیگه نمیتونه ازش خارج بشه دیگه، پس احتمال این میشه یک، احتمال بقیه میشه سه. خب به خاطر همین یه احتمال یک منهای تتا در نظر بگیرن، مثلا تتا رو بگیرن 15%، 85% رو در نظر بگیرن که یه رندوم واکر روی رأس ها همینجور رو هر رأسی که از یالا رو نگاه کنه به نسبت وزنشون بره یه استپ دیگه، یه احتمال 15% ما هم در نظر میگیرن که رندوم واکره یه پرشی کنه روی یه رأس جدید. خب که پرشش روی رأس جدید رو خیلی مدل‌های مختلف میتونیم در نظر بگیریم، مثلا میتونیم احتمال پرش به هر کدوم از رأس‌ها رو یک انوم در نظر بگیریم. اینجا چی در نظر گرفته؟ متناسب با مجموع وزنی که به هر رأس میاد، مثلا اگه یه رأسی مجموع وزن یالایی که بهش میاد بیشتر باشه، وزن پرش به اون رأس رو بیشتر در نظر گرفته. حالا یه حرفای جدی‌تر، یه قضیه داریم توی اینفورمیشن تئوری به نام قضیه شمع. خب میگه که اگر که شما مثلا یه توی استپ بعدی، خب رفتار رندوم واکر رو در نظر بگیرید، توی استپ بعدی به مثلا n تا رأس بتونید برید، خب که احتمال هر کدومشون هم پی آی باشه. خب مثلا رأس یک با احتمال یک دوم، رأس دو با احتمال یک چهارم، رأس سه هم با احتمال یک چهارم، n میشه 3 و 3 تا احتمال هم داریم، یک دوم، یک چهارم، یک چهارم. خب میگه مینیمم تعداد بیتی که میتونیم این رو کد کنیم، یعنی فرض کنید میخوایم رفتار یه رندوم واکر رو توی یه تایم پوینتی بنویسیمش، مثلا به صورت یه استرینگ باینری در بیاریم. خب مینیمم تعداد بیتی که واسه هر قدمش لازم داریم، یعنی یه جوری مثلا به رأسا شمار بدیم، خب یا به استپا یه جوری شمار بدیم، مینیمم تعداد بیتی که لازم داریم واسه این یه همچی چیزی هستش که بهش میگیم آنتروپیه، اون توزیع احتمالمون میشه منفی سیگما پی آی لاگ پی آی، مثلا منفی یک دوم لاگ یک دوم به اضافه منهای یک چهارم لاگ یک چهارم منهای یک چهارم لاگ یک چهارم، این تعداد بیتی هستش که لازم داریم. خب حالا به همین صورت پس اگر در واقع یه توضیح داشته باشیم واسه یه گرافی، فرض کنید احتمال که تو هر کدوم از رأسا حضور داشته باشیم، یا هم پیج رنکش احتمال پی آلفا باشه، آلفا هر کدوم از رأسا همون هستش، پس اون در واقع آنتروپی که واسه کل گراف داریم، یا در واقع مینیمم تعداد بیتی که میتونیم هر یه استپ رو در واقع باش انکود کنیم، به این صورت هستش که میشه سیگما آلفا پی آلفا اچ پی آلفا به بتا. حالا یه کوچولو من جزئیاتش رو بگذارم، این رو در نهایت میتونیم به این صورت کد کنیم که واسه هر رأسی یه کد باینری در نظر بگیریم که این رأس ها کدای باینریشون با همدیگه در واقع پریفیکس یکسان نداشته باشن، پیشبند یکسان نداشته باشن. یادتونه یه چیزی داشتیم توی الگوریتم به نام هافمن کدی. خب کد هافمن چی بود؟ مثلا یه تعداد ورد رو داشتیم یا یه تعداد رأس رو توی این گراف داریم که می‌خوایم بگیم ترتیب ویزیت رأس‌ها چی بوده، می‌تونیم به صورت یه استرینگی از 0 و 1 بنویسیم که چون اینها هیچ پریفیکس یکسانی ندارن، تو هر لحظه می‌دونیم که در واقع توی کدوم رأس هستیم. ایده کار فقط اینه که هر کدوم از کامیونیتی هایی رو که دیتکت میکنین، مثلا واسه این کامیونیتی صفر میذاریم کلن، واسه این کامیونیتی کلن یک میذاریم. خب میگیم هر موقع صفر با صفر شروع شد، یعنی داخل این کامیونیتی هستیم. حالا داخل یک کامیونیتی میتونیم رأس های تکراری داشته باشیم. خب پس احتمال گذاره نمیدونم رندوم واکر داخل یک کامیونیتی رو همینجور پشت سر هم با در واقع استرینگ نوداش می‌نویسیم، هر موقع ترانزیشن کردیم به یه در واقع کامیونیتی دیگه اونجا یه یک می‌ذاریم، یعنی که گذار کردیم به این یکی کامیونیتی. حالا دیگه دوباره فقط داریم راجع به کد ورد یا کد بوک اون کامیونیتی داریم صحبت میکنیم، یعنی ببینید مثلا اینجا صفر یک صفر داریم، شاید یه جایی اینجا هم مثلا یک صفر صفر داریم، اینجا هم یک صفر صفر داریم.
از کجا بفهمیم این یک صفر صفر این رو داریم در موردش صحبت میکنیم یا یک صفر صفر این؟ هر موقع اول کد، اول پت بود، با یک صفر شروع شده بود، یعنی تا حالا توی این کامیونیتی هستیم، پس هر موقع میگیم یک صفر صفر یعنی اینجا. اگه اولش با یک شروع شده بود یا بین های ترانزیشنی از صفر به یک داشتیم، داریم در مورد این صحبت میکنیم. ایده رو گرفتیم؟ ایده این هست که اگر کامیونیتی ها رو خوب دیتکت کرده باشیم، چون کامیونیتی ها احتمال گذار بین خودشون زیاده، پس اگه کل کامیونیتی رو یک کد بذاریم، از حالا چون که میتونیم داخل یک کامیونیتی شماره ها، یعنی شماره هایی که یک کامیونیتی داره از کامیونیتی دیگه میتونن با هم یکسان باشن، داریم یه جوری شماره ها رو فشرده میکنیم. خب؟ یعنی داریم کامیونیتی ها رو یه شماره اولیه بهش میدیم، دیگه هر چقدر داخل یک کامیونیتی داریم چرخ میزنیم، از طول شماره های کوچولو تری داریم استفاده میکنیم. و فقط کی باید هزینه بدیم؟ وقتی که از یک کامیونیتی رفتیم به یک کامیونیتی دیگه، اون موقع باید یه هزینه اضافه بدیم. پس اگه کامیونیتی ها رو خوب دیتکت کرده باشیم، میتونیم خیلی طول این رو کوچولو کنیم. ایده کار همینه. یه جوری بیاد این در واقع گراف رو مرج میکنه رستاش رو داخل کامیونیتی ها، که تا اونجایی که میتونه طول این رو، طول این کل کد، کدی رو که لازم هست واسه یه نمایش گذار در واقع یه رندوم واکر رو فشار داده کنه. اگه حالا مثلا از اون حالت کامیونیتی ها رو به این شکل بکنیم، طول اون کدی که داریم مثلا قبلا واسه هر استپی طولی که لازم داشتیم چقدر بود؟ مثلا اینجا 3.8 بیت لازم داریم واسه هر یه استپ رندوم واکر، اینجا مثلا 3.55 بیت. پس یه مقدار الان این کامیونیتی ها اون طول در واقع استرینگی که لازم میشه واسه یه تعریف رفتار یه رندوم واکر رو کوچولوتر میکنن. ببخشید آخرش یه ذره مجبور شدم خلاصه تر صحبت کنم. امیدوارم ایده کلی رو متوجه شده باشه. اگر که دوست داشتین میتونین به مقاله CellNet یا مقاله یه اینفومپ رو سرچ بزنید، اینفومپ کامیونیتی دیتکشن، خیلی راحت میتونید پیداش کنید. خسته نباشید. هر سوالی هم دارید من در خدمتم. اگر مقاله رو هم خواستیم میتونید به ایمیل بزنید، باز در خدمتم. اگه سوالی داشته باشید.